جناب نوح نبی اینجور شد دیگه. همین امشب تو این سوره ها که میخوندیم، سوره روم عنکبوت، الان شبیه میخوندیم لب صفی قومه جناب نوح الف سنه الا خمسین عامو، هزار سال غیر از پنجا سال این نوستده پنجا ما با این عمره حالا چونم شده از هفتا سال شما خسته بشیم بیریم هزار سال خیلیه. آقا چند سال که 732 سال هزار سال، حتی بدن ها قوی بوده، همون وقت هم سرحال بودن. این جناب نو تازه لب صفی قومه، یعنی کار پیغمبر نمی کرد. تو روایت ها داریم اول پیغمبری که استارتش زده بود 400 سالش بود، پیغمبر ما 40 سالش بود، اون رو وقت طولانی بوده. 950 سال پیغمبری کرد طوفان شد، جمعش چقدر میشه؟ وقتی کوهان شست و اومدن پایین زندگی شد کردن، یه قلم مختصر 1250 سال دیگه هم کرد سر 2500 سال دیگه. خیلی 2500 سال ملک الموت اومده و قبضش روحش کنه توی باقی بود، باقی داشت ملک الموت. که میرسن خدمت انبیاء و حالا رو سری بزن برای تقبض روح هم دادن بابا چه خدا دیگه تصمیم بهترین همه که خدا همیشه برای همه گفتش که یه خونه دارم تو باغ، مهلت دارم اونجا برم بخوامم قبض رو کنی، اگه نه الان رو هم قبض کنی میفتند وسط باغ دیگه نیم، بعد حالا تا بیان و دفع کنند و بالاخره اونجا میخواست. گفت نه یه مقدار مهلت داری ازرائیل، کسی مهلت حق نداره بده ها، مثلا میدونست که تا 6 دقیقه وقت. آمد دیدش که این توی اتاقی که خوابید انقدر کوچولو اتاقی که میخواد جمع چیز پاشو باید جمع کنه اگه نه در بسته نشه. گوه نبی الله این اتاق چند کوچیک و بقید گوه اگه میدرستم عمر به این کوتاهی سینم درست. گفتش که یا نبی الله از اولادای شما، از اولاد آدم، آخه نوح آدم ثانی میشه دیگه، حتی ما کره زمین هستی به همه اولادای نوح خالص نیستیم چون کشته غیر اولادای خودشان بودن، ولی خب بیشتر خوب زیاده. گوه از اولادای شما اولادای آدم اشخاصی میان که خونه های بتون آرمه میسازن، خونه های آهنی میسازن، اونا کارو میبینی گفت که چقدر عمر میکنن؟ حالا حد وسط 60. گفت به خدا قسم اگر اون زمانو من درک کنم تمام 60 سالو به یک سجده سپری. حتی رو میتونستن با بدن ها خبیر حالا این خاطر از آخر جناب نوح خلاصه سر 2500 سالگی اول آقازادگی رفت. این دو کشتی که سوار بودن آب همه دنیا رو گره. خب حالا کشتی میشینه خونه کجا، زندگی کجا، حالا تازه همه هم گل و شل و مثلا بینیم فلان شهر خب همجا آب گرفته بود. یه بی خونمونی عجیب غریب کشتی یک ماه به عید نوروز مونده به سال شمسی رفت رو آب، سال دیگه عید نوروز به کوه جودیه نشست، 13 ماه رو کشتی بود رو آب بودش. خب کجا بشینیم بی خونه حاله با این؟ قال رب انزلنی منزلن مبارکا، یه بیچار خدای منزل مبارکی به ما حالا بریم کجا بشینیم؟ و انت خیر المنزلین، تو بهتر این کسانی هستی که فرو می آوری یعنی منزل میدی. این آیه شدم هست رو بگن هر که خونه گیرش نمیاد به خونه یا تو قنوت نماز یا هر وقت میده خدا بش بگه و قل رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزل. نبدنم تا حالا جانب هاش سیداتش بیاوردن دعا میخونن در اون با هم هم هستن اون دو شب بوده بچه ها میشه برید اقا برید مثلا 40 سال پیش خیلی وقت صحبت بچه و بچه دار بود آره دیر شده بود و دلش میخواسته اینا گفتم هاش صدای آیه از قرآن نشون میدم چون ماشین را میرفت واسه داد که خواستم بنویسم مال جناب بله زکریا بچه نداشت بعد خواهد گفتش که بله اتفاقا اونم تو سوره انبیا هستش اون آیه آره میگن 89 انبیاست. گفتم زکریا به خدا گفتش که
بله، سوره انبیاء الان بیارم، آیه 89 میرم انبیاء. زکریا، شکر خدا. بله، ایوب رو پیدا کردم، حالا به زکریا برسیم. 105 میگوید؟ نه، آیه 89. آب با خواستن کار ما راحت کرد. 89. و زکریا از نادا ربه، رب لا تدرنی فردن و انت خیر المنزلین. می آیه رو کسی بچه دار نیست بخونه، تو قنوت را میره بعد نماز، آخه قرآن تو قنوت هم بشون نوشتم بهش دادم. حالا اگه اومد بپرس چقدر بچه خدا بشه، همه شاخ شمشاد به استفاده کنیم. میخوای ناهاش رو شید کچی بچه مشکل داره با رب به همین آیه که هم دعای زکریاس که رب ای خدایا لا تدرنی فردن و انت خیر الوارسی. اونجا نو هم به خدا گفتش که انت خیر المنزلین، اینا قشنگ دعا میکنن، اینجا خیر الوارسی. بله، ازم بر این که جناب نو سوره چیز به انبیا بودشون حرف از زکر. جناب نو تو انبیا شیخ الانبیاست، پیغمبر ما 124 تا معراج علامه مجلسی نوشته رفته، 124 بار معراج. هر معراجی حوادث خاصی بوده که هم برم نقل کرد. در یه معراج که پیغمبر رفت، یه وقت دیدن تمام انبیا رو خدا اینجا جمع کرده، آسمان دوم بود چهارم بود، رب وسط انبیا. پیغمبر ما آخرین پیغمبره، پیغمبرم چیزی نیست، عدد مختصری 124 هزار تا، خیلی 124 هزار. و اونجا که اومدن بشینن توشون، خود دوربرش نوح و ابراهیم این اولو رزما و اینا دوربر نشستن، یه حالا صحبت و خوش رو بشو اینا، همه انبیا بودن. دید جبریل داره از اون میگه، از اون. بعد اقامه گفت، بگفت خدا میخواد اینجا نماز جماعتون رو داشت دوره کرد نماز جماعت. یه خدا بخواد جوری واجب آنی نماز واجب آنی که میشه. پیغمبر اکرم به نوح دعوت کرد، جناب نوح بفرمایید اینجا را احترام. الان مجلس ما تشکیل میشه، مجلس شورا روز اول اون مسن‌ترین رو رئیس کنه، کردن داد حالا نمیکنن، بعد رای به ریاست او اداره میکنن، رای گیری میکنن برای رئیس را هر کس باید شده. اول که یه رئیسی میخوان برای اداره مسن‌ترین رو بله ارش کنن، هم بیره سنی بیسوش ما میکنیم، میخوای کسی مسن‌ترین به ما بفرمیم. تو روایت دیدم کسی که به مسن، حالا مارش تفیده مسن نیلا حتی عمدن احترام نکنه جوان مرگ بشه. روایت داریم که کسانی که مسلمانن ریشاشون سفید بشه، موها سفید بشه. حالا بس سابقا مثلا طرف سن 70 سالگی من مسلمان میشد همش سفید بود، حالا که همه مسلمانیم. این در نزد خدا حکم انبیا رو داره، یعنی احترامی که خدا توقع داره به انبیا بذارید بین بذارید. کسی که در اسلام موهاش رو سفید کرده، خب حالا پیغمبر به نوح دعوت کرد، جبریل اومد شونه‌هاش گرفت پیغمبر رو بردش جلو، گفت خدا میگه تو باید بایستی، تمام. یه دفعه با این آیه دویست روش من خوشمزه رو یادم مونده، نچه نماز بخونیم، امام نماز شد جماعت، ما دوتا بودیم و خب نماز خوندیم، زور خوب گذشتن رو یک یک کنیم بود. یه وقت دیدمی خادمه با صده قفلم دستش منتظر ما بریم بریم در رو ببنده بریم، ایش کسیم تو مچه هم آبود درمه در به هم تارو میکرم، گو آقا بیا بر بیرون بیا بر خواب در خوش نزدیم. خب جبریل هم کارو کرده، من خود تعارف نکنم، گفت خدا میگه تو بس دیگه، خوشش همه اختدا کرد. به این پیغمبر اونجا به شیخ و خیت نوح سنش هستم به بیشتر شیخ و الانبیاس. خب
پیغمبرها از آیات الهی هستند. ما هر کدوم چیزای گذشته در زندگیشون که خیلی عبرت برای ما درسه. اگه کسی برداره، اولا ما سوره نوح داریم، اصلا سوره خدا اسمش سوره نوح، این اسمای سوره پیغمبر میذاشون، تو معلومه به امر خداست. تو سوره نوح، اسم سوره نوحه، ولی خب یه مطالبی هستش که خیلی ذهن انسانو میبره به چه خبر بوده. آره، سوره 91 قرآنه، اشتباه میشه گفتم 71، سوره 71 قرآنه، بذار سوره 71 اینجا نوشته، کتاب 71. این قرآن من عثمان تها صفحش 570 سوره نو. حالا یه خورده سوره نو ها ببینید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا ارسلنا نوحا الى قومه. اولا با نو شد، نو برو انذر قومک، قومتا از عذاب الهی گمراهی اینا بترسون، من قبل ان یأتیهم عذاب علیم، قبل از اینکه عذاب دردناک بیاد برشون. قال یا قوم، حالا حالا اینه که بخوام به خودم اینو میخواستم بگم که اینم رو میخونم. اگه تمام آیات حضرت نوح رو تو قرآن بخونید، 69 بار اسم نوح تو قرآن، زیاد جاهای مختلف و طرز حرف زدنش با اون خیلی لیبرالی بوده، یعنی رامیاد زیاد چی بگم که من هم حسین بیرم بابا اینجا هر در بایر بار بار خیلی رو اومده، خیلی بار من میگم که حساسی بخونید آیات شا. حالا یا خود اینجا رو ببینید، یا قوم انی لکم نذیر مبین، حرف من انی اعبد الله، بیاید خدا رو بپرستید و تقو از خدا حساب ببرید و اطیعون، من پیغمبرشم از طرف او فرمان ها برده من رو اطاعت کن، اگه این کار رو بکنید یغفر لکم من ذنوبکم، این گناه ها اینا رو خدا میبخش، یؤخرکم الی اجل مسمی. قرآن کریم در سوره انعام دو تا پایان و عمر رو برای هر کسی گفته، اجل این پایان، اجل مسمى، اجل معلق. اون روز پیغمبر از اون قبرستون رد بشد، همه رو نگاه کرد، فرمود اکثر اینا به اجل معلق مردن. یه روز دیگه پیغمبر رو منبر فرمود تمام بنی آدم از اول تا قیامت اکثر به اجل معلق مردن. اینا ادمای خداییست، یعنی عمرشون بیشتر از این بوده، در اثر گناهان و چه چه کم شده، من هم 60 سالم کنه 60 سالم کرد، از این معلق زودتر ها، ما خودمون باعث میشیم، گناهان باعث میشیم، اگه نه گناه نکنیم این امام زین العابدین زندگی کنیم، یعنی هیچ گناهی ترک مستحب بیم اون به اجل مسمی میرسیم، یعنی اون عمری که باعث میده باره. این نوح داره میگه اگر گوش به حرف من کنید، یو اخر کن به الى اجل مسمى، با اجل معلق نمی کشدتون خدا، به اجل مسمى میرسونه. ان اجل الله اذا جا، اجلی که پایان عمر وقتی بیاد، لو یو اخر، وقتی خدا فرمان میده یک ثانیه تاخیر میشه. به امام ششون گفتن آقا چرا بعضی مرده ها چشمشون بازه، بعضی بسته است، بعضی ها نیمه بازه؟ فرمود پایان عمر یک لحظه، تا میرسه مهلت چشم بستن نمیده، هم تو چشم باز بگیره میره، مهلت چشم باز کردن نمیده میاد، یا وسط در میرامه روح میگیره میره، این هم همینه بگه لا ایو اخر، وقتی بیاد آجل خدا لا کنتم تعلم. حالا داره نوح با خدا حرف بزنه، این هم که خدا داره نازل میکنه، حالا حرفای نوح با خدا رو ببینید. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا. خب از اینجا به بعد جواب ایشون دیگه شروع میشه، من و شما باید کار کنیم به خودمون خالص بشیم برای بندگی خدا. ما اون وقت اسممون مخلصه، یعنی کسی که در خودش خالص میکنه، وقتی خالص شدیم اسممون مخلص میشه دیگه، شدیم خالص. اگه خدا میگه موسی از عباد مخلصه، این درسته، تا خالص کرده خودش، مخلص یعنی دیگه خالص شده، مخلص در خودش خالص میکنه، حالا مشغوله دیگه. این نوع کارش تمامه، اصلا جزء عباد مخلصین خدا تو قرآن آوردهش هست. آیات یه جای قرآن 18 تا پیغمبر پشت سر هم، اینجا قرآن 12 تا آیه، نه تعریف نوع هم به عنوان عباد مخلص آمده، عبد مخلصیشون.
میگه رب ادنی دعوت قومی لیلا و نهارا. قرآن میخونید تون نخونید با عجله، اینا عزمش کنیم، اینا دروغ هم نمیگن، یا همجوری یه چیز بپرونن اون خدا نازل کنه. میگه خدایا من لیلن و نهارن 24 ساعتم رو مردم کار، خدایا چجوری بودیم؟ یه جایی هست نزدیک ما میریم نوشته داروخانه شبانه روزی، خب معناش اینه که من سه بچه همه برم باید باز بشه، یعنی دروغ نمیشه. این میگه لولن و نه چه کاری میگه؟ فلم یزد هم دعایی الا فرارا. ای بابا میگه هرچی رفتم اینا رو دعوت کردم بیشتر متنفر شدم، کاش نمی کردم اینه بدتر می شود. چی مردمی؟ و اینی کل ما دعوت هم، هر وقت شروع میکنم به صحبت که لتخفر لهم گوش کنم بلکه حالتی بیا قبول کنم تو بیا آمرزشون، جعلو اصحابه هم فی آزانه، دستاشون رو میکنن انگشتاشون گوشش، بازم میبینن میشنون و سخش و سیابه هم لباساشون که سرشون، حالا پا منبری رو ببین نه رفته منبر، اونا برای اینکه گوش نکنن حالا بکرم که صداش نشون، خب اینجور که نشون دستن شما شرارت شما ببینید، حالا پشتش رو ببینید و اثر رو اگر هم میفهمیدن مثلا من بگم شراب نخوریم از حال دیگه شراب میخوردن، میگفتن زنا نکنی ها از همه نمیرفت سراغ زنا، اثر اصرار میکرد و استکبر و استکبارا به شدت تکبر میکرد. ثم انی دعوتهم جهارا، حالا که اینطوره منم با داد دعوت میکنم، باشه جامعه ها بکشن سرشون انگوشن تو گوشن، مردم برای اونجوری کنیم ها من برای خوبی بوده تماشاییه به تو چه من پرا یه آقایی داریم دوستان نتوان حال زنگ زدیم گفتم این دفعه جریان جناب یونس بود و صحبت شد که یونس دو تا مورید داشت و چه افران که اون خواهد عذاب آمد و 37 سال نفتم چی تاریخ پیغمبری کرد همش دو نفر ایمان این من نفتم همین گفتشم با اون شما خیلی ما آدم های خوبی هستیم با درست میشه میگه حتی دو نفر خود دو نفر بعد یه وقتی میخندیده وقتی این مورد چه ده؟ من فکر کردم یکی از نای سر اصحال بگیره و اصحال استفرا اونی که نمچی چی بگیره خود دو مورد هم مردن بگه که بعد جهارن که صدا را بشن ثم انی اعلن تو لهم اعلان صدای بلند علنی رو پشتش نگاه کن قرآن دلا نخونی زود درد بشه واسی و اثر تو لهم هستا میگه تک تکشون و زن و مرد تکی گرفت گیر و مردم باشون هرست کدوم مرجع و آیت الله اومد و گوهنده در خونه این گناه اون گناه این زن و مرد تک تک این دروغ اگه باشه خدا نقل نمی کنم اگه نو حاله چیز دروغ خدا نقل کنم چه پیغمبری باید به اولاد ها چهره به چهره ثم اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا. دلتون با حال نوح نمیسوزه چه زحمت اونم به همه کره زمین معمول بروزم چون عذاب آمد همه غرف فقلت استغفروا ربکم خدایا بهشون گفتم بیاد از خدا بخواید گذشته هاتون بیاموز ما اینجا آمدیم و همه جا التماس کنید خدا گذشته ها رسا کن گذشته دست رفته الان نمیتونی کارش بکنیم به اصلاح کنه درست کنه استغفار معناشی انهو کان غفارا قول داره میده میگه خدا خیلی آمرزنده است خیلی آمرزنده شما خدا با آمرزندگیش همیشه عالم شب شب قدر است احتمال زیاد شب قدره واقعا گذشته های ما رو ببخشید خوب صفی بر اگه این کار رو بکنید بیاید استغفار کنید یرسل سما و علیکم مدرارن مثل بارون ها که الان میاد پشت سر هم بارون میاد بارون همیشه احتیاج حالا زن بشه تو ذخایر و اینا بی بارین مشکل دوست و یمدت کن به اموال پول از در و دیوار براتون میرزه این شوخی
روایت داره من کسی جمعه ها سوره و صافات رو بخونه همش 7-8 دقیقه طول میشه، به احسن ما یکون خدا زندگیش رو میگذرونه، یعنی بهتر از این امکان نداره. ها استفاده کن بخون، خدا هم داره شاید 60 دقیقه من تخلیم جمعه 7-8 دقیقه سوره و صافات رو. چرا از این استفاده نکنه؟ بله میفرماد اگه بیاد استغفار کنید بارون براتون میاد، پول بهتون میدن و بنین ده بچه. خدا میداره من گاهی یادم میره چند تا پسرم چند تا دوره میشمرم یادم دیگه هست اومده آخرش هم عیال عوانم شکر ولی با نه بنین ابن هر دور اینجور در معنا میگردش پسر دخترم و خوب پسرم. حالا من که اون عکس نه عکس پایینه عکس پدر خانمون خدا رحمتش کنه ایشون 60 ساله مشهور بود. حالا گاهی که ایشون زن سیغه زیاد کرده اون میکنه این پسر بزرگ ما نمیشم اینجا هست یا نم حالا ادبی کرده و گفت بابا جون چند تا زن سیغه کردی؟ گفته به تعداد ماهی سر و خوشمزه تر از اون این ایال ما حالا زایمان و خورد مریض حال بوده اینا رب بر من زن سیغه پیدا کرد. یه نفر بود اونه گفتم خوبه گفت نه سب کن بهتر از اون. این آقای امیری داریم تو جلسه دوشه آقای دکتر امیری خب خیلی شخصیت این دیگه وقت تحریم میکنم گفت اگه خدا پدر اگه خدا این پدر گیر نمیاد این پدر خانم پدر خانم برای بعدم به من چجوری اخفار کردم یاد بگیر. خب ارزم بر این که خدا رحمت کنه همه رو واقعا و یجعل لکم جنات باغ بهتون میده باغ ها و یجعل لکم انهارا نهرها از تو باغ. نه واقعا من توقع کنید قرآن دید اگه استغفار کنید ایمان بیاریم توقع باغ داشته باشید توقع نهر تو کشوه قرآن به ما چون تو گفته میده وقت ما لکم لا ترجون لله وقارا. این آیه من خیلی یادم میاد چرا برای خدا ارزش قائل نیستید؟ خانم که رو سرتو برمیداری خدا گفته حالا ایران و جمهوری و آمریکا برای خدا چرا ارزش قائل نیست؟ اصلا تو به مملکت دیگه زندگی خدا گفته اینو تو خدا رو به در نظر بگیرم چی کنی و هر گناهی و هر مسجدی و هر ترک واجبی ما لکم لا ترجون لله و قارا چرا ارزش برای خدا قائل نیست؟ داشتیم سفر می رفتیم حالا خیلی سال بشیم لفظی سوار بشیم ما خونسار دیگه این مولوی گاراژ بود می رفت خیلی صبح زود اون اتوبوس می رفت مثلا اونجا می‌خواستیم سوار شیم تازه از اون یه مسجد اونجا داشت از اون صبح شاگر شوفره به اسلام که سوار شید حالا من نماز چیزی نیست خواهدم داره کرد بخون سوار شید اونجوری را ولی من از باب این که اصلا این توجه به نماز مردم نداره خوب الان از اون بگید خوب سوار چی بشه خوب میرم دیگه اون بخون چند چهار پنس از راه به شاگر شوکنم آخو سب کن نماز ما نماز سوار شید دعوام شد با شاگر شوکنم من کنم کم بوده شده یه بودست ریختن رد اون کردن مردم دعوی بزن اومد یه عده که برای اینکه حالا چیز نشن آب حاضر کردن برا منو مغازف شدن یه میزی گذاشت مرگ گذاشت شما بخون نماز بوده با من یکی نیستم خب نماز خونده یه رفت سوار اتوبوس را افتاد زاری جا واسده بودیم اون وقتا به این سرعت هم ماشین نمیرفتن جا بودیم محلیست جلالیه نه خوب نزدیکا خوبی نهار رو بخوریم ما نهار خوردیم آمدیم دید به کسی نیومده سوار بشه احتیاج به دستشویی داشت میگفت دستشویی جو اینجا که نشون میداد مثلا 2300 متر دور بودش گفتم هیچ کس نیومده تا بریم بیایم سوار بشه رفته بودشیم برمیگشتیم دیدیم پای ماشینه همون شاگرد شوفر بود داره میگه نماز خدا این چرا یا چشم من خورد بیا بابا همه بود نم چرا به این زودی سوار شده بودم اسم منه که بلند نبود صبح سر نماز دو عوام شد نماز بی سوار شد خودشم خندهش گرفت آخه اسم که بلند نبود
الان اینم میگم خوش بذار توی اتوبوسی موسیقی اون زمان ساخت موسیقی به هر اون میزنند اینا یه نفر دیگه حالا تا این ببندش شاید هم ماشین بودش این حرام و اینا شاگر شوفر اومد چیز کنه مقابل ما گفت برای بی نماز که در مسجد نمیبندن این مثال از اون وریه یعنی مردم میخوان گوش کنن برای بی نماز در مسجد نمیبندن یعنی بقیه میخوان گوش کنن چرا میگو قطعش کن که جدا همه خندید آخه مثال برای نماز میگو برای بی نماز که در مسجد نمیبندن برای تو یکی موسیقی رو خون اینم خوشمزه شوفرم خندشه خب برگردیم ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اطوارا قیافه انسان ها رو ببینید سیاه و سفید و هم مختلف و اینچه چه خدا خلق کرد چه عظمتی خدا که همه جا در آثار الان تو دعای جوشنه میخونیم فی کل شیء آیت لله از این تو جوشنه است روایت هر چیزی آیه ای از خداست شانه های قدرت خدا حکمت خدا الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طبقا مردم نبینید هفت طبقه آسمان خلق کرد خداوند براتون و جعل القمر فیهن نورا نمیبینید قمر رو جونه کرده خورشید بهش میتابه اومد شب نور تابش نور خورشیده به ما میبینیم نور و جعل الشمس سراجا خود خورشید رو نمیبینید چه فروزان و دائما این خورشید خیلی بزرگ است کره زمین چیزی تو ذهنم 300 هزار برابر میگن اگه نزدیک خورشید بشید شاید از چقدر 3000 فرسخی شعله هاش میاد کره خدا درست کرده ما یه زمینی ازش استفاده میکنیم خوب داره منظومه شمسی خارجی حوصله کرده خارجی از این حوصله ها داره نشسته انرژی خورشید تمام این گرمه ها مال خورشید است تو زمین اصلا یه ذره زمستون ها خورشید با ما قهر میکنه مایل میتابه اینجوری میشه هوا سرد میشه تابستون ها عمودی تر میتابه الان تو اتاقا نگاه کنید زمستون سایه همچین مایل چیزه زمستون اون بره تابستون خب پای سایه میاد چون یه ذره میل نمیکنه اینجور سرما میشه اگر نه تمام گرما ها از خورشید میاد زمین تمام بدنتون الان گرمه مال خورشیده تمام این زغال سنگ ها و نفت ها و گاز ها مال خورشیده حالا هر کدوم داستان داره چه جوری اینا میگن دانشمندا اینا رو جنگل بوده درخت بوده هم چی شده فلان بعد اون زیر زغال سنگ این حساب کرد که هر یه دونه آدم الان حدود 8 میلیارد و اینا تو زمین زندگی میکنن سهم پول موجود پولایی که انرژی قیمت داره هر قیمتی سهم هر آدمی در شبانه روز از خورشید چقدر میشه عددش الان یادم رفت یه چیز نزدیک 500 میلیون تومان خیلی انرژی میاد شما میوه رو میخوری اگه خورشید نبود میوه‌ای در کار نبود شب و روزی در کار نبود اصلا زنده نبودی و سهمتو بده یا مفت داری میاد یعنی این حوصله دارم خیلی انرژی همه اون میاد همینه میگه همین آیه مبارکه میگه جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا این چراغ مفت که داره میسوزه و تمام زندگیتون برکتش میگذره و الله انبتکم من الارض نباتا خیلی زیباست قرآن همش زیباست این درخت ها مگه از زمین بیرون نمیان با 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 همه همه حیوانات شما هم از زمین بیرون میاد زمین دیگه علف و چی و گوشت اون میخوره و برنج و چی و فلان هم از رویدنی زمین از ما رو در راه میریم مثل گوزنه که راه میرن اونا هم میخوره اکشون از هم زمین و هم علف و ایناست انبتکم من الارض نباتا بدن ما حیات نباتی داره بدن یعنی کسی میمیره تا مدتی موهاش بلند میشه ناخوناش بلند میشه نبات هستش نباتی اون وقت روح ما اونو میبرن اون وقت حیوانات نبات نباتی هست بدنشون چاقو اینا میشن چاقو اینا بزرگ و حیوانی هم هست روح حیوانی ما اون وقت روح انسانی هم داریم روح ما روح حیوانمون همینه که جماع میکنیم میخوریم ادرار میکنیم اینا حیوانات همینه رو داره ما هم داریم یه اون انسانیتی که ما داریم اون سردر نمیاد روح انسانی ما نبوت اسمت روحیه
روح سری که اونا دارن. حالا اینا اگه تفکیک بشه وقت حوصله بشه جلسه باشه بگو تو ما بازشونم برای ما انبتکم بدنمون نباتیه سمه یوی دو کنفی ها خدا من چی میشم هر کس فکر کنه مثلا 100 سال دیگه هیچی خاک خاک بود قبلا هم خاک بود خیلی نکن برای تل جواهر درشه هم خاک یه فرمون خاک بیار خودت و ننه و بابا و اولاد هم خاک و بفهم میبینن بعدم دوباره خاک میشه و یخرج کم اخراج ها از همین خاک هم دوباره خلقت میکنه و روح در میاد به بدنت و قیامت پا میشه ببینید بعضی چیز رو زیاده قدرشو نمیدونیم زیاده زیاده اصلا حواس من نیست شما اگه قدر هوا رو میخواد ببینید که همجا حواس شوخی میکردی کسی میگو به تناب به من که راه هوا بسته بشه خود تو آویزون کن نه دار بزن دو سه دقیقه میمیری انقدر نیاز داری به هوا حالا دست رو آویزون کن نه خب میمونه هوا کنی اینقدر هوا نیاز ماست خدا ما فرستده اگه بخواستیم بخریم بوله کجا میمیشون خیلی هر لحظه به احتیاج داریم حالا شما همه به هوا احتیاج داریم آب رو خیلی احتیاج داریم یا مفت داره میاد آب کجا آب به نم متوجه نیم نعمتون این زمین خاک با ارزشترین مخلوق خداست تو زمین یعنی از طلا ارزشش بیشتره از نقره بیشتره از الماس بیشتره از بریلیان بیشتره اگه همه ایران بشه الماس نه گیاهی نه درختی باید بمیره خاکی که این ازش به عمل رو همه موجودی شما بشه طلا طلا رو که نمیشه خور نوم میخوای برنج میخوای اینا همه از زمین به عمل میره منتها چون زیاده حواس من نیست همه جا هست اگه بنا بود خاک کم باشه یه دونه چیز خاک خاک انداز تریلیارها دلار هم بیشتر میرسه چون با همین گندم درست میشه نخود درست میشه چه طلا چیزی از درست میشه نقره چیزی میگن یک کسی خزانه طلا داشت اگه گشنگی رو طلا مرد طلا رو نمیشه خورد تو چیز زیاده نمیفهمی من ارزش رو دریافت حالا این آیات در این تنبه رو میده به ما بله من چند تا پنج دقیقه دیگه چون بعد هم قرار دادم پذیرایی میکنیم منطقه عرض کردم خدمت آجا که جناب هاشمی که یعنی این ساعتی من برنامه رو میارم جلو که زودتر که دیشب یه خورده به وقت تنگ کردیم که انشالله 2:20 همه بله بله والله جعل لکم الارض بساطا این خاک زمین خیلی آماده زندگی ماست امیرالمومنین از جنگ جمل برگشتن کوفه دیگه نرفتن شور کردن با سران لشکر که مدینه دور از بلاد اسلامی چون خوشون به قول سنی ها خلیفه چهارم بودن حال به قول ما که همیشه امام بود قار داشتن باش دیگه همه نامه ها دیر میاد دیر میره کوفه وسط بلاد اسلامی است کوفه اومدن بیرون کوفه سخنرانی کردن تو صحبتشون فرمودن علم نجعل لکم الارض بله کلمه یادم بیاد بله انبات و مؤمن زمین هم کار مرده ها را میده هم کار زنده ها کار زنده ها خب همه غذا زندگی مرده ها کجا دفع بکنیم این خاک خوب معامله میکنه خاک میکنه میکنه هم دفع میکنه اینا زمین اینجوره چیزی خدا خلق کرده چه خبره علم یادم اومد علم نجعل الارض کفاتا احیا و ان و انواتا زمین کفاته یعنی همه جوری برای شما کافی هم زنده هاتون اداره میکنه هم مرده هاتون این هم همینه بگیم خرج کن امیرالمومنین دیشب یعنی شب 21 امشب 23 بپرش روز صبح 19 ضربت خوردن تو نماز ابن مرجب ملعون دیگه روز 19 زنده بودن شب 20 هم زنده بودن روز 20 تا شب 22 یکم حدود 10 شب از دنیا رفت مثلا اگه ما شب 3 بگیریم به قول مثلا شب 3
ابن مرجم ضربت که زد، خب شکاف سر و شکاف سر به مغز رسیده بود، خون گرفت مهران. ولی خب جبریل صداش بلند شد، همه شنیدن تهدمت والله ارکان الهدا، والله ارکان هدایت منهدم شد. وانتمست العروت الوثقی، عروت الوثقی قطع شد. حالا بازم جمله هست، قتل وصی المصطفی، وصی مصطفی رفت قتله و اشق الاشقیا، ریختن تو مردم. صدا واضح خونه ها بیرون، امام مثلا نبود تو مسجد، حالا نبود امام مثلا چرا مسجد نمی بده، بابا مملکت داره میکرد. مثلا تو نخیل کوفه همیشه 2000 تا بودم جام نماز جماعت بود، نخیل پادگان نظامی بوده، هر 8 ساعتی 2000 تا بود. به عجله اومدن گفتن وارد مسجد شدم، آقای امام حسن فرمود، دیدم خاک محراب و حوات زمین و خاک محراب رو گرفته و آقا همطور تو خونه افتاده، چنگ میکنه این خاکا رو و میفرماد منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. آیه سوره طه است، آره سوره طه. متو خدا به ما میگه از همین خاکا درست میکنی، دوباره میری تو همین خاکا، از همین خاکا هم قیامت برات میاد. منها خلقنا و فیها نعید، اینه بدونیم. وقتی جا خاک میبینی نه پدرانته، خودت هم چند وقت دیگه میبینی، از همین هم درست میبینی. ببینید چه تنبهی دارن میدن. اللهم صل علی محمد. پذیرای معطل